به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف هفتم امیدوارم که جور سعدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید شاگرد عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هفتم با هم دیگه میخوانیم درست است؟ فصل هفتم شروع کردیم احصایی یا آمار گفتیم و درس دوم ما و شما میشه امروز درست است اما عنوان هایی که ما و شما امروز باید بخوانیم چی است نمونه تصادفی را میخوانیم و بعد متحول تصادفی و انواع آن باید بخوانیم دو موضوع بسیار مهم باید بخوانیم صحیح است پس فکر تونه بسیار جمع بگیرید امروز که درس امروز بسیار مهم است و یاد بگیرید سیست خب شاگرد عزیز و گرامی کارخانه گیرم که گفته بودیم قبلا باید به با ما روان میکردید و از طریق چی روان میکرد؟ از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 و تشکر میکنیم از دانش آموزا و شاگردهایی که کارخانگی رو به ما روان کردن خب شاگرد عزیز و گرامی میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم پس همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است نمونه تصادفی و متحول تصادفی یردو با هم بسیار فرق میکنه. دقت کنید نمونه تصادفی چی است اگر یادتان باشه درس گذشته ما و شما جامعه و نمونه را خواندیم جامعه گفتیم چی است جامعه تعریف یادتان است جامعه گفتیم که بست یا مجموعه همه افراد یا اشیا یا هر چیزی که ما میخواهیم در رابطه با آنها موضوع یا موضوعاتی را بررسی کنیم با عنوان مثال اگه یادتان باشد مثال زدیم درس گذشته گفتیم می میخوایم برای تیم بسکتبال مکتب شما به عنوان مثال یک تا چی یک تیم جور کنیم بعد میایم چی میکنیم طول قد تمام شاگردای مکتب اندازه گیری میکنیم صحیح پس میشه چی ما میخوایم در رابطه با طول قد شاگردای مکتب چی تجزیه تحلیل کنیم و بررسی کنیم و نتیجه گیری کنیم که کدام را کدام شاگرد ما برای تیم بسکتبال انتخاب کنیم پس ما در رابطه با کدام عناصر گپ میزنیم با اعضای جامعه ما شما چی میشه میشه تمام شاگردان مکتب اون مکتبی که ما شما هستیم صحیح پس جامعه ما شما میشه به این شکل خب آیا ما میتونیم تمام شاگردان به عنوان تیم بسکتبال انتخاب کنیم میگیم نه خیر تمام شاگردان خود نمیشه دیگه ما شما باید چی کنیم یک بخشی از جامعه رو معرفی کنیم پس یک بخشی از جامعه نامش چی میشه گفتیم آفرین نمونه پس نمونه چی نمونه میشه بخشی از جامعه سایس جامعه رو تعریف کردیم به ست پس نمونه رو بعضی از کتاب به شکل جامعه رو یک ست تعریف میکنیم و نمونه میشه ساب ست یا ست فرعی درست است یک ست فرعی از جامعه رو برش میگیم نمونه یا به خیلی آسان میگیم یک بخشی از جامعه رو برو میگیم نمونه خب حال سوال اینجاست آیا هر نمونه ای که ما انتخاب کنیم خوب است بگیم به عنوان مثال ما میخوایم برای تیم بسکتبال مکتب نمونه انتخاب کنیم صحیح خب ما بیایم چی میکنیم میگیم که ما شاگردان انتخاب میکنیم که حرف اول نامشان چی باشد الف باشد به عنوان مثال خب این نمونه است یک یعنی نمونه میشه بله ولی آیا نمونه خوبی است میگیم نه خیر نمونه خوب معمولا باید چی باشد باید نمونه تصادفی باشد البته در رابطه با موضوع متفاوت ولی نمونه تصادفی درس امروز ما شماست نمونه تصادفی چی ما شما به عنوان مثال یک مثال دیگه میزنیم به عنوان ما میخوایم در چی کنیم شاگرد عزیز از بین شاگردای مکتب شما مکتب ما شما هستیم بین بین شاگردا ما قرعه کشی کنیم به 5 نفر به عنوان مثال چه یک تا جایزه بدیم صحیح است بچ 5 نفر قرعه کشی کنیم جایزه برش میدیم خب کدام انتخاب کنیم میگیم 5 نفری که نام او... نامشان حرف اول چی باشد ب باشد میگیم خو این چی است ای عدالت برقرار نمیشه دیگه نه قرعه کشی نیست دیگه ما فقط اون نفرایی که نام نامشان با ب شروع میشه دوو بتیم خود دیگه چی صحیحست؟ پس این نمونه نمونه تصادفی نیست بگه ما فقط کسایی که قدشان از 170 سانتی متر به بالا باشد خوب هم تصادفی نیست نمونه است ولی تصادفی نیست اوایی که قدرشان از 170 پایین تر است کوچکتر است خوب چانس ندارن چانس نداره که انتخاب شود به قرکشی صحیحست؟ پس چیکار کنیم میرم پس برای قرکشی ما نامشون رو نوشته میکنیم صحیحست؟ و داخل یک تا ظرف میندازیم و اور نمیبینیم صحیحست؟ و یک تا انتخاب میکنیم و در این صورت ما شما میتونیم چیکار کنیم میگیم که انتخاب هر شخص ممکن است در دو ظرف که انداختیم. نام هر کسی نوشته که رو انداختیم پس اون میگیریم اون نمونه چیست؟ است تصادفی است پس نمونه تصادفی گفتیم که چی است نمونه تصادفی باید چند نکته رعایت کنیم یک دقت کن شاگرد عزیز نکته اول چی است نکته اولی است که ما انتخ... ام... امکان انتخاب هر عضو از جامعه هر عنصر از جامعه در نمونه امکان پذیر باشد که بگیم که هیچ کس انتخاب نشه نه هر کس ممکن انتخاب شود پس یک تا است و یک تا دیگه چی است از قبل در رابطه با نمونه نمیتونیم گپ بزنیم که خب مثلا بگیم نمونه ما ف... کسایی که نامشان با الف شروع میشه و 100 درصد نمونه هستن بگیم نه و نمیتونن باشن پس این نکته دوم و شرط سوم و نکته سوم چی است که سهم هر مساوی باشد سیست سهم هر عضو از جامعه مساوی باشد در انتخاب شدن در نمونه به عنوان مثال اسم مثلا من هم من یک شاگرد مکتب هستم اسم خود سه بار نوشته کنم در اون ظرف بندازم خب سهم من سه برابر سهم دیگه ها میشه چون اسم دیگاه یک تاست پس این هم نمونه تصادفی نمیشه سیست پس نمونه تصادفی چی است گفتم که امکان انتخاب هر عنصر از جامعه در نمونه امکان پذیر باشد دیگه چی از قبل نتانیم در رابطه با نمونه گپ بزنیم که کیا کدام عناصر شامل نمونه است کدام عناصر شامل نمونه نباشد و دیگه چی گفتیم گفتیم سهم هر عنصر از جامعه در انتخاب شدن در نمونه مساوی باشد سهم یک نفر دو برابر سهم دیگه نباشد صحیح پس این سه موضوع اگر رعایت کنیم نمونه ما شما چی میشه تصادفی میشه پس دقیقاً گفتیم ما میخوایم با عنوان مثال دقیق قرعه کشی به 5 نفر از شاگردان مکتب جایزه بدیم برایشان صحیح پس نام هر کس نوشته میکنیم در یک تا کاغذ او را چی میکنیم در یک ظرف میندازیم بدون که ببینیم یک تا انتخاب میکنیم یا 5 تا انتخاب میکنیم پس سهم هر کس چی میشه مساوی میشه و انتخاب هر نفر هم امکان پذیر است پس نمونه تصادفی شاگرد عزیز من نوشته میکنم نمونه تصادفی نمونه ای است که یک چی باشد؟ یک امکان انتخابه یا بگیم انتخاب به این سیست انتخاب هر انصار از جامعه یا هر هر انصار از جامعه در نمونه چی باشد؟ امکان پذیر باشد این شرط اول است. انتخاب هر عنصر از جامعه در نمونه امکان پذیر باشد۔ صہیب، شرط دوم چی است؟ شرط دوم بگیم از قبل در رابطه با انتخاب شدن اعضای نمونه نتونیم گپ بزنیم۔ صہیب، از قبل در رابطه با اعضای نمونه یا عناصر نمونه پیش بینی نتونیم. از قبل در رابطه با عناصر رابطه نگیم. بگیم که از قبل از قبل عناصر نمونه را عناصر نمونه را پیش بینی نتوانیم پیش بینی نتوانیم سایست و شرط سوم چی است سهم هر عنصر چی باشد مساوی باشد سهم انتخابه به شکل نوشته میکنیم سهم انتخاب هر عنصر چی باشد مساوی باشد یعنی شاگرد عزیز سهم یک تا عنصر دو برابر سهم دیگه نباشه صحیح است پس چی باشد اینی سه شرط اگر رایت شود نمونه ما چی میشه؟ نمونه تصادفی میشه درست است؟ خب یک یک تا مثال دیگه کار میکنیم شاید عزیز به عنوان مثال ما میخوایم چی کنیم؟ ده امو سنف شما در سنف شما ما میخوایم میخوایم یک چند نفر با اونا مثال سی نفر چند نفر شاگرد داریم دیگه نه؟ ما میخوایم پنج نفر انتخاب کنیم با او پنج نفر با اونا مثال چی یک جایزه بتیم. سیست؟ خب ما بیایم چی میکنیم نمونه باید نمونه تصادفی باشد دیگه اون 5 نفر میشه انتخاب 5 نفر میشه چه نمونه ما بیایم اما 5 نفر که در ردیف اول نوشته شش تا باشه ما انتخاب کنیم صحیح است خب دیگه قبول نمیکنه چون تصادفی نیست درست است خب ما میگیم که 5 نفری که نامشان با نام مثال چی باشد با یا شروع شده باشد خو خب میگیم نه خیرو هم قبول نمیکنیم پس بهترین کار چی است نمونه تصادفی است یعنی فی موضوع باید دعو چی ش شو شود شو رعایت شود و ما گفتیم که چیکار میکنیم میتونین هر نفر از یک تا اما نفر آخر شماره گذاری کنیم یک دو سه چهار 5 تا اما 40 نفر هر نفر باشه باز یک تا عدد انتخاب کنیم یک نفر رو بگیم که اون نشناسه صحیح است عداد رو نشناسه کسایی نشنده کدام نفر عدد کدام عدد است باز از این بعد خود یک تا عدد انتخاب کو اون عدد انتخاب میکنه و اون میشه چی؟ اون میشه تصادفی درست است پس شاگرده عزیز نمونه تصادفی رو فهمیدیم چی است نمونه ای که اینی سه شرط داشته باشد میشه نمونه تصادفی درست است خب شاگرد عزیز و گرامی پس نمونه تصادفی را خواندیم و فهمیدیم که سه تا شرط باید داشته باشد تا نمونه ما و شما چی باشد تصادفی باشد خب باز در کارخانه که بخیر کار کردن سوال هست به ما, ما و شما یک تا جامعه رو میتر نمونه میگه ما به این شکل انتخاب میکنیم آیا این نمونه تصادفی است یا نه خیر ما و شما باید چک کنیم اینی سه شرطی که نوشته کردن سر تخته دارد یا ندارد اگر داشت میگیم که چی است تصادفی است اگر نداشت میگیم تصادفی نیست درست است خب اما عنوان دوم درس ما و شما عنوان دوم درس ما با شما چی است متحول تصادفی حالا متحول تصادفی و انواع آن اول متحول تصادفی رو میفهمیم چی است و بعد انواعش رو براتون میگیم پس متحول تصادفی با نمونه تصادفی فرق میکنه صحیح پس فکرتون رو بگیرید پس نمونه تص... نمونه تصادفی با متحول تصادفی گفتیم چی است فرق میکنه پس میریم سر تخته و متحول تصادفی را تعریف میکنیم تشریح میکنیم با مثال که بفهمی این فرقش چی است با نمونه تصادفی درست است شاگرد عزیز پس میریم سر تخته همراه ما باشید شاگرده عزیز و گرامی عنوان دوم امروز ما و شما درس امروز ما و شما چی است متحول تصادفی نمونه تصادفی رو که خواندیم و فهمیدیم چی است نه یک نمونه است که او سه شرط باید داشته باشد اما متحول تصادفی چی است متحول تصادفی ترویج به این است دقت کنید تعریف جامعه یا تا یا یعنی جامر تعریف کردیم یا تا بگن بگین چی بود گفتیم ست یا مجموعه همه اعضا افراد اشیا و غیره هرچ فرق نمیکنه همه افراد اشیا و غیره که ما میخواهیم در رابطه با آنها موضوع یا موضوعاتی را بررسی کنیم درست است به عنوان مثال گفتیم چی است طول قد شاگردای مکتب میخوایم حساب کنیم قدشون رو بگیریم بگیریم چقدر چند سانتی متر میشه صحیح پس شاگردای مکتب چی میشه شاگردای کل م... شاگردای مکتب ما شما میشه چی عناصر جامعه و حال متحول تصادفی چی است دقیقا همون موضوع و موضوعاتی که ما شما بررسی میکنیم امور بهش میگیم چی متحول تصادفی صحیح است در این مثال که زدم طول قد شاگردای مکتب میخوایم ما بررسی کنیم پس شاگردای مکتب میشه جامعه و طول قد از یا چی میشه میشه چی متحول تصادفی ما شما ما میخوایم با عنوان مثال معاش چی است معاش فامیل شاگرده مکتب حساب کنیم چقدر معاش میگیرن در ما پس شاگردای مکتب فامیلای شاگردای مکتب میشه چی جامعه و متحول تصادفی ما و شما چی میشه مقدار معاش هم معاش میگیرن درست است خب پس چی شد متحول تصادفی میگیم همون موضوع یا موضوعاتی که ما در رابطه با عناصر جامعه بررسی میکنیم همون موضوع و موضوعات رو برای چی میگیم شاگرد عزیز میگیم متحول تصادفی که خیلی از کتاب یک تعریف دیگه هم کردن تعریف دیگه متحول تصادفی به این شکل است میگیم ویژگی که از هر عنصر از یک جامعه به عنصر دیگه چی باشد فرق کند صحیح است مثال ما شما میگیم طول قد یک یک شاگرد مثلا 150 سانتی است یکی دیگه ممکن 154 باشد 155 سانتی باشد صحیح است پس ما تعریف بسیار آسان شام که من برد میگم پس متحول تصادفی میگم همون موضوع یا موضوعاتی که ما میخوایم در رابطه با عناصر جامعه بررسی کنیم اما موضوع رو برش میگیم متحول تصادفی پس من نوشتن میکنم متحول تصادفی میگیم موضوع یا موضوعاتی که حالا موضوع میگیم دیگه موضوع یا موضوعاتی که یا موضوعاتی که میخواهیم در رابطه با می در رابطه با عناصر جامعه بررسی کنیم سیست به این موضوع یا موضوعات چی میگیم شاگرد عزیز متحول تصادفی خب یه شاگرد از یک تا متحول تصادفی شما مثال بزنید به عنوان مثال چی؟ به عنوان مثال زمان رسیدن شاگردا از خانه به مکتب صحیح چقدر زمان میبره شما از خانه که برو تا میین تا مکتب میرسین چند دقیقه زمان میبره صحیح این میشه یک متعادل تصادفی چون فرق میکنه زمانی که شما میرسین به مکتب با زمانی که همسنفی تان میرسه صحیح است ممکنه شما 10 دقیقه طول بکشه یک تا دیگه یک ساعت طول بکشه یک تا دو دقیقه طول بکشه صحیح است پس چی میشه یک متعادل تصادفی ما همین رو میخوایم بررسی کنیم که شاگردای مکتب وقتی از خانه در میشه میین به مکتب چقدر زمان میبره که از خانه به مکتب برسن صحیح دیگه چی طریقه رسیدن به مکتب که شما با موتر میایین با بایسکل میایین با موتورسیکل میایین با پیاده میاین، با کدام میاین. صحیح پس این هم یک تا متعول تصادفی است دیگه چی, چی تعداد چی میگیم تعداد زنگهایی که به شما در طول یک روز به عنوان مثال ده شاگرد مکتب میایه چند نفر دای زنگ میزنه ده یک دا یک شاگرد میکنه. ده نفر زنگ بزنه ده یک روز ده یک شاگرد ممکنه دو نفر زنگ بزنه ده یک شاگرد, شاگرد زنگ نزنه صحیح است پس یا میشه متعولای تصادفی پس متعول تصادفی ما شما خیلی زیاد داریم پس هر موضوع یا موضوعی که ما بخوایم بررسی کنیم در رابطه با عناصر جامعه به اون میگیم چه متحول تصادفی درست است شا شاگرد پس فهمیدیم اما خودم متحول تصادفی را ما باید بیام دستبندی کنیم دقت کنید پس متحول تصادفی من بهش دستبندی میکنم متحول تصادفی من در اینجا نوشته میکنم متحول تصادفی را به دو دسته کلی ما تقسیم میکنیم شاگرد عزیز متعول تصادفی اول ما و شما چی هست؟ کمی هست نامش هست چی؟ کمی و دومی کیفی کمی یا کیفی است متحول تصادفی ما و شما متحول تصادفی کمی چی است میگیم متحول تصادفی که ما بتونیم با یک عدد نشان بدیم پس ما اگر بتونیم با یک عدد نشان بدیم میشه چی کمی با مثال چی تعداد زنگایی که به شما میایید در طول یک روز به شاگرد مکتب چند است پنج چند است شش چند است دو این با یک عدد نشان داده میشه صحیح پس این میشه متحول تصادفی کمی درست است خب کیفی با مثال چه مثال میتونیم بزنیم میگیم رنگ چشم مثلا چی شاگردای مکتب رنگ چشمشان چی است یا قوی است یا سیاه است با مثال یا آبی است یا سبز است خب یار میتونیم با عدد مثال نشان بدیم میگیم نخیر آبی سبز به شکل است سیاست خویست سیست؟ پس این ما باید عدد مثال زده نمیتونیم یا رنگ متر با مثال رنگ مترایی که از سرک تر میشه یک متعویل تصادفی هر متر با متر دیگه فرق میکنه رنگش نه پس هم یک متعویل تصادفی کیفی است چون ما با یک عدد ما او نشان داده نمیتونیم پس متعویل تصادفی کمی میگیم متعویل تصادفی است که ما با یک عدد باید بتونیم او را او نشان بدیم اما کیفی چی است کمی نباشد با یک عدد نتونیم نشان بدیم سیست؟ خب اما خود کمی ها شاگرد عزیز دقت کنید خود متول تصادفی کمی باز خودش به دو دسته تقسیم میشه پیوسته و گسسته یا منفصل سعی که من گسسته نویشته میکنم پس متول تصادفی کمی خودش کمی چی بود؟ گفتیم با یک عدد ما میتونیم را نشان بتیم درست است؟ و خود کمی چی است؟ دو, دو است یا پیوسته است یا گسسته است خب پیوسته چی است و گسسته چی است؟ من یک تا کمی پیوسته برات مثال میزنم یک تا کمی گسسته برد مثال میزنم تا بفامیم متعادل تصادفی کمی که گفتیم با یک عدد میتونیم نشان بتیم آلی پیوسته و, و گسسته چی است پیوسته میگیم که شما اگر دو عدد داشته باشین بین از دو عددم باید بتونید داشته باشین بانوان مثال من زمان رسیدن شاگردان از خانه به مکتب هم که گفته بودیم دیگه یک متغیر تصادفی چی است کمی است چون بگیم 5 دقیقه طول میکشه 6 دقیقه طول میکشه هست فتیر با یک عدد نشان می چی مت میشه کمی میشه اما پیوسته است چرا چون یک شاگرد ممکنه 5 دقیقه طول بکشه یک شاگرد دیگر ممکن است 10 دقیقه طول بکشه بنا نظر دو هم متان شاگردی باشد که زمان رسیدنش طول بکشد بگیم بله متان 6 و نیم دقیقه باشد هست 6 اشاریه و حتی میتونیم به ثانیه هم تبدیل کنیم پس زمان شاگرد از دقت کنید زمان تایم یا زمان یک تا متحول تصادفی چی است کمی پیوسته هست چون وقتی 5 دقیقه داریم 6 تا 10 دقیقه داریم بینش هم میتونیم داشته باشیم صحیح است اما گسسته چی است پیوسته نباشد یک تا مثال بر کار میزنم به مثال تعداد تکرهایی که در سرک مقابل مکتب شما میشه در روز چند تا تکر میشه با نام مثال پنج تا تکر میشه یک روز دیگه شش تا میشه آیا پنج اشاریه پنج هم میتونیم تکر داشته باشیم پنج نیم تا تکر میتونیم نه خیر یا پنج تکر داریم یا شش تکر داریم پنج نیم تکر نداریم صحیح؟ تعداد نامه هایی که با نام مثال به با... معلم های شما میایه در در طول یک سال ده در... ممکنه یک نامه بیه پنج دقیق معلم پنج نامه دا 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 تا نامه بیه که تا بیه آیا تا نامه میتونه بیه میگیم نه خیر. یا 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 هفت یا, یا به صحیح پس یا چی میشه میشه گسسته پس دقت کن متعول تصادفی گفتیم یا کمی است یا کیفی کمی خودش است کمی گفتیم با یک عدد میتونیم نشان بدیم و خودش دو دست است یا پیوسته است یا گسسته پیوسته گفتیم اگر دو تا عدد انتخاب شده باشد بینشم باید بتونه انتخاب شود اما گسسته پیوسته نباشد مثالم زدیم دقت کن شاگرد عزیز وقتی تعداد میآید چی میشه گسسته میشه یادتان باشد تعداد تکرها تعداد نامه ها تعداد زنگایی که به شما می آید یا چی هست اینا کلش میشه شاگرد عزیز میشه گسسته فکرتون باشد خب اما در رابطه با متحول تصادفی کیفی متحول تصادفی کیفی گفتیم متحول تصادفی که ما شما چی گفتیم کمی نباشه یعنی با یک عدد ما و شما نتونیم رو نشان بدیم به اون میگیم چی کیفی خود کیفی رم در کتاب ما شما نوشته نکرده فقط تا کیفی گفته ولی ما براتون میگم خود کیفی ها باز به دو دسته تقسیم میشن کیفی ترتیبی و کیفی اسمی سیست پس در کتاب ما فقط تا کیفی رو گفته ولی دور ما بر اضافه میکنیم که بفهمی پس کیفی ها هم گفتیم با عدد نشان دادن نتونیم ولی خود از یام دو تاست. یا ترتیبی است یا اسمی است خب ترتیبی چی است با عدد نشان داده نمیتونیم ولی ترتیبی یک ترتیبی بینش وجود دارد سیست در اسمی ترتیب وجود ندارد با عنوان مثال یک تا اسمی مثال بزنم برات با رنگ مترها رنگ مترهایی که از سرک پیش خانه تر میشه سیست؟ یا سرخ است یا آبی است یا سیاه یا سفید است خب یا ترتیب بینشان است میگیم نه سرخ اول است یا آبی میگیم هیچ کدام نمیفهمیم هیچ ترتیب بینشان نیست پس یا چی میشه اسمی میشه متحول تصادفی کیفیه، اسمی اما ترتیبی چی میشه بندان مثل یک ترتیب بینش است مراحل زندگی ما و شما اول چی است اول چی است نوزادی است متولد بعد طفولیت است صحیح است باز میشم چی میشم نوجوان جوان باز میان سال در در آخرم پیر پیر میشم صحیح است پس یا میشه چی اینا میشه مراحل زندگی ما و شما ولی خب اینا با یک عدد نشانه میتونیم نه خیر با عدد نمیتونیم ولی چی کیفی است ولی یک ترتیب بینش وجود دارد شما نمیتونی اول پیر شوی بعد طفل نا... طفل شوی صحیح است پس اول باید طفل شوی بعد نوجوان شوی بعد جوان شوی بعد میان سال شوی و بعد پیر شوی صحیح است پس یک ترتیب طبیعی بینش وجود دارد یا مراحل تحصیلی که ما و شما میخوانیم درس میخوانیم صحیح اول باید چی سنف اول به با... چی رو بخونیم اه... البته مراحل منظور از مراحل دور است که میگیم دوره چی رو میخوانیم دوره مکتب میخوانیم لیسه رو میخوانیم پانتون رو میخوانیم صحیح است به شکل است خب درست است باید نشون میتونیم میگیم نه خیر باید نشون دادن نمیتونیم ولی اول تو باید مکتب بخوانی لیسه رو بخوانی و بعد پانتون پا رو بخوانی یک ترتیب بینش است شما نمیتونی اول پانتون پا رو بخوانی بعد بیای لیسه رو بخوانی صحیح است وقتی کیفیه چی میشه ترتیبی میشه درست است پس شگرد عزیز متولد تصادفی رو فهمیدیم متول تصادفی گفتیم چی است اما موضوع یا موضوعاتی که میخواهیم در رابطه با عناصر جامع بررسی کنیم اما موضوع یا موضوعات چی میگیم متحول تصادفی متحول تصادفی موجود دو نوع است کمی کیفی کمی رو گفتیم با یک عدد میتونیم نشان بدیم کیفی گفتیم با یک عدد نشان داده نتونیم کمی نباشد کیفی است خب کمی خودش دو دست است پیوسته گسسته پیوسته چی گفتیم گفتیم اگر دو عدد انتخاب شوه عدد بینش هم باید بتونه انتخاب شوه هر عدد بین یکی از دو باشه باید بتونه انتخاب شوه اما گسسته به شک نیست دو عدد انتخاب شوه بینش ممکن انتخاب نتونه شوه به عنوان مثال گفتیم تعداد اگر باشه میشه چی کمی گسسته تون باشد شاگرد عزیز زمان یا تایم همیشه چیست است کمی پیوسته است فکرتون باشه ده سوال, ده سوال هست ده سوال یک متعلق تصدی ده شما میته میگه نو از مشخص کو تو باید بفهمی که نو است و کیفی گفتیم چی است کیفی اسم تر... اه... کمی نباشد یعنی باید نشان داده نتانیم ولی خودش دو نوع است ترتیبی و اسمی رنگ موترها، رنگ چشم درست است یا چی میشه مراحل زندگی مراحل درس خواندن یا کلش میشه اه... کیفی میشه اما کدامش ترتیبی است کدامش اسمی گفتیم او که بینش یک ترتیب وجود داشته باشد دو میشه ترتیبی و که وجود نداشته باشد میشه چی اسمی درست است چقدر عزیز یا مثلا یک تا دیگه مثال از ای... اه... کیفی بر مثال بزنم به مثال میگیم که هر شخصی که ما و شما داریم در مکتب خود فرق نمی کنه در ام مکتب موتر دارد هم فامیل چون موتر دارد یا موتر ندارد این چی میشه یعنی بعد مثال بزنیم میگیم نه یا موتر دارد یا ندارد صحیح است یی بس چی است کیفی است ترتیبی یا اسمی میگیم چی است اسمی است چون ترتیب بین چیزی که دارد و او اول است او که ندارد دوم است میگیم نه هیچ چیز گفته نمیشه پس این چی است که متحول تصادفی کیفیه اسمی است چون ترتیب بینش وجود نداره درست است شاگرد عزیز پس ما و شما متحول تصادفی و انواعش خواندیم و ما بر اینجا چارتش برد کشیدم و فهمیدیم که چه رقم میشه خب شاگرد عزیز درس امروز ما شما می بود و خلاص شد فهمیدیم چه قسم قسمت است دیگه خب شاگرد عزیز و گرامی پس عنوان دومم خوانده متحول های تصادفی و انواع آنم خواندیم. و انشاءالله به خیر شما کارخانگیر کار کردید سوال ها رو میبینید و میتونید کار کنید خب چگرد از گرامی کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 192 و 194 کتاب حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 413. و باز هم تشکر میکنم از شاگردایی که کارخانگی را به ما روان کردند خب شاگرده عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل هفتم شاگرده عزیز درس ما و شما خلاص شد مانده نباشین وقت خوش خدا فستان.